شهرها من فکر میکنم واقعا یه سری از شهرها یه سری از نقاطی تو دنیا هستن که انرژی خاصی دارن. شهر پراگ یکی از اون جاهایی که من فکر میکنم واقعا انرژی رو داره. خیلی هنرمندای گنده‌ای تو دنیا اومدن از شهر پراگ. دیگه خیلی موزیسین‌های بزرگی تو این شهر اومدن. یکی از مرکزهای موزیک دنیا بوده و واقعا خیلی آدم اینجا احساس خوبی میکنه. شهاب از قبل از اومدن به پراگ تجربه‌ای با یک گروه موسیقی چکی داشت که کنسرت‌های مختلفی رو با آنها اجرا کرده بود. شهاب در این گروه موسیقی ایرانی و غیر ایرانی رو تلفیق و نتیجه خوبی از این کنسرت‌ها گرفته بود. این تجربه با گروه چکی یکی از دلایل و انگیزه‌های شهاب برای اومدن به پراگ و ادامه کار اون در این زمینه شد. پس از اینجا شروع کردی؟ آره، اینجا شروعش بود. اینجا همه چی شروع شد. اومدن به پراگ و شروع کار تو. فکر می‌کنی قدم خوبی بود؟ جای خوبی بود برای شروع؟ فکر می‌کنم بهترین قدمی بود که میتونستم بردارم. بهترین جا بود برای اومدن من. شهر پراگ از نظر هنری و موسیقی برای شهاب دستاوردهای زیادی داشته و از جمله آشنایی با هنرمندانی در زمینه موسیقی مثل ردین، گیتاریست کلاسیک و راک اهل پراگ که حدود 50 سال گیتار میزنه و در این شهر از شهرت خاصی برخورداره. من ارتباط سبک‌های مختلف موسیقی رو خیلی دوست دارم. کاری که شهاب با دقت در آلبوم جدیدش سعی کرده انجام بده. تلفیق موسیقی های مختلف، این یه جور جهانی شدن موسیقیه که به موسیقی آزادی عمل بیشتری میده. با شنیدن آلبوم جدید شهاب خیلی ذوق‌زده شدم. این رابطه بین موسیقی ایرانی و فلامینکوی اسپانیایی به وضوح شنیده میشه. تلفیق موسیقی ایرانی و اسپانیایی با هم در اروپا خیلی جالبه و به نظر من این موسیقی موسیقی واقعیه. Čili myslím si, že to je cesta pro hudbu.
وقتی جوان بودم شروع به نواختن سازهای کوبه‌ای کردم. من تخصصم در سازهای کوبه‌ای آفریقایی کوبایی و هندیه و سازهای زیادی رو امتحان کردم و مخصوصا تنبک رو خیلی دوست دارم. تنبک زدن من رو به جامعه ایرانیان نزدیک کرد.